داستان عشق و جنون، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه بخش اول داستان عشق و جنون را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان عشق و جنون، قسمت اول. دوره طلایی و آرامش کلی، صلح، امنیت و ثبات در وطن حکم فرما بود. مردم خوش و آرام و قناعت به داشته هایشان و در فضای صمیمیت، همدلی و مهربانی به زندگی روزمرهشان می رسیدند. در یکی از نواحی پر جمعیت، نزدیک دو مکتب متوسطه پسرانه و دخترانه، یک دکان کوچک بود که یک مرد نزدیک به 60 سال داخل آن دکان، که هم جای بود و باش و هم جای کار و درآمدش بود، شبانه روزی زندگی می کرد. این مرد در آن محل نسبت به دیگران خاص و متفاوت بود. از سر و وضعش گرفته تا پوشیدن لباسهایش، طرز زندگی و شیوه برخوردش با مردم محل و کودکان متفاوت بود. چیزی که این مرد را خاص‌تر از همه جلوه می‌داد، زندگی کردنش داخل یک دکان و رسیدگی و ترحمش به حیوانات چون سگ و پشک که تعدادشان به 20 قلاده می رسید و آنها را در دوربر این دکان نگهداری می کرد. برخورد و خوراک این همه و حتی زایمانشان را رسیدگی می کرد. و جالبتر این که همه را فرزندان خود می پنداشت و یا هر کدامشان جداگانه نامهای داشتند و با هر یک حرف می زد. این در حالی بود که مردم عام محل بر علاوه این که تمایل به نگهداری حیوانات نداشتند، بل به حیوانات خیابانی اذیت و آزار می رساندند. اما این مرد، قسمی که در اول یادآور شدم، از همه متفاوت بود. حتی قیافه و گفتارش هم از جمعیت منطقه متفاوت بود. با مردم محل و مشتریانش با زبانهای دری و پشتو حرف می زد. راستی این همه دکان گفتیم. هر آنچه چیزهای برای عرضه و مشتریان داشت. این هم خیلی متفاوت بود. این مرد جنسی را به نام پوری نخود که از کوبیده نخود و بوره تهیه می شد را در پوری های کاغذی در سایزهای مختلف می گنجانید و مقدار لازم را در تکری های بوریایی که معمولاً مردم آن را برای گذاشتن خمیر نانوایی استفاده می کرد می گذاشت و به اطفال و مشتریان دیگرش عرضه می کرد. در ضمن کاغذبران و تار شیشه دست ساخته خودش نیز از جمله اجناس فروش این دکان بود. این مرد از پول به دست آمده اجناس این دکان در پهلوی نیازمندی های روزمره خودش با حیواناتی که با خودش داشت نیز خرچ و مصرف می کرد. جا دارد که در مورد متفاوت بودن این مرد و هم این که چرا او در بین اطفال به بابه سگها معروف بود کمی تفصیل بدهم. در داخل یک دکان کوچکی که در گوشه از آن یک پایه تخت خواب، یک نفری و هم یک پایه الماری لباس، میز کار و الماری کتابهایش نیز گنجانیده شده بود، طور زندگی می کرد که صبحها خیلی زود، حتی ستاره ها هنوز در آسمان چشمک می زد،
این مرد با لباس سپورتی بر تن داشته و یک خریده بزرگ تکه‌ای را گرفته از کارته نو تا شهر نو که 10 کیلومتر فاصله داشت راهی کوچه قصابی های شهر نو کابل می شد. و از قصابی ها گوشت های اضافی و بدر نخور حیوانات ذبح شده را جمع آوری کرده و در اولین بس شهری با آن بار پشتی بزرگ دوباره به محل مربوط می آمد. بعد از رسیدن به دکان آن گوشت ها را به طریقه خودش پاک کرده و بعد از پخته کردن به حیواناتش که جاگزین فرزندانش بود می داد. و بعد به ساختن آن خوراکه مخصوص پرینخات، کاغذ پران و تار شیشه می پرداخت. البته با استفاده از لباس منظم، دریشی، کلاه شپو، پیشبند کار. این روال روزانه و خیلی متفاوت از دیگران ادامه داشت. اگر او را در دور از محل زندگی و کارش ملاقات می کردید، تصور بر آن بود که او حتما یک مرد دیپلمات و یا کدام کارمند عالی رتبه دولتی است. گاه پیش روی دوکانش روی یک چوکی می نشست و با مردم محل حرف می زد. خیلی باهوش، سخنور و پرمعلومات بود. من هم که هنوز خیلی خردسن بودم، از جمله علاقمندان پوری نخات او بودم. گاهی ازش می خریدم. روزی رفتم که خرید کنم، دیدم که یک آهنگ فرانسوی گوش می داد. گفتم کاکا چرا آهنگ فرانسوی می شنوی؟ آیا معنی و مفهوم آن را می دانی که چی می خواند؟ مرد لبخند زد و گفت که تو چطور فهمیدی که ای آهنگ فرانسوی است؟ گفتم من شاگرد لیسه استقلال هستم و تازه 2 سال شده است که مضمون فرانسوی را هم شروع کردم و سخت علاقه داشتم که ادامه بدم. مرد با لبخند گفت معلوم است که دختر لایق هستی، آفرین، همیشه درس بخوان تا اندی درخشان داشته باشی. من هم که طفل کنجکاو بودم پرسیدم پس خودت به زبان فرانسوی چطور بلدیت داری؟ در جواب گفت که فرانسوی را کمی بلدم ولی زبان آلمانی را کامل بلد هستم. گفتم حتما در لیسه آلمانی درس خواندی؟ خندید و گفت نه، قصه اش خیلی طولانی است. به هر حال این هم پوری نخود و قیمتش 5 افغانی می شود. پول را دادم و تشکری کردم. برگشتم خانه، اما حس کنجکاویم در مورد این مرد بیشتر شد. باید بدانم این مرد دکاندار عجیب و غریب یا به اصطلاح بابای سگها چگونه به زبانهای خارجی بلدیت دارد و با وصف این همه امکانات چرا در چنین کلبه و چنین پیشه امرار حیات می کند؟ باید بفهمم. خلاصه تصمیم گرفتم هر طور شده باید بدانم که این مرد متفاوت چه گذشته و سرنوشت داشته است که چنین زندگی را برای خود برگزیده است. یک روز بعد از این که از مکتب به خانه آمدم، بعد از صرف نان چاشت و استراحت کوتاه، دلم خواست یک پرینه خود بخرم. از خانه روانه آنجا شدم. دیدم که مرد روی چوکی مقابل دوکان خود نشسته و مصروف خواندن روزنامه است. نزدیک رفته و برایش سلام کردم. گفتم پوری نخات میخواهم. گفت چشم، کدام سایز؟ گفتم از آن کلان 5 افغانیگی. در حالی که روزنامه را روی چوکی کوچکش گذاشت، برای آوردن پوری نخات رفت. من به خواندن عنوانهای بزرگ روزنامه شروع کردم. مرد برگشت و گفت که صنف چندم مکتب هستی؟ گفتم صنف 5. مرد بله، به یادم آمد یک بار دیگه هم برم گفته بودی که در لیسه استقلال درس میخونی. من بله. مرد خب معلوم میشه که لایق هم هستی. گفتم اول نمره صنف خود هستم، البته از صنف اول تا اکنون. مرد آفرین دختر لایق، در آینده میخواهی چه کاره شوی؟ من دوست دارم که دکتر شوم. مرد خندید و گفت خواست خودت است یا از والدین؟ من نه، خواست خودم هست. مرد
پس خوب است، بلافاصله پرسیدم که خودت زبانهای خارجی را چطور بلد هستی؟ مرد: من در اصل یک آلمانی هستم و 28 ساله بودم که افغانستان آمدم و همینجا هم ماندم. یا اینکه بگویم تقدیرم مرا وابسته به اینجا کرد و دیگر بر نگشتم. میدونی همین هفته 30 سال شد که من در افغانستان زندگی میکنم. برایم خیلی ها عجیب بود. اول فکر کردم که با این مرد شوخی ندارم، حتما با من شوخی میکنه. بعد به چهره و چشمان آبی و رنگ جلد سفید و لهجهش که دقت کامل کردم، دیدم متفاوت است. مرد دید که من خیلی به استهلاک منگ و با تعجب نگاهش میکنم. گفت: اگر وقت داری میخواهم که آلبوم عکسهایم را برایت نشان بدهم. دیدم که این مرد از خیلی وقتها حرفها برای گفتن دارد، ولی کسی را نیافته است تا این همه را برایش بگوید. گفتم: بله، میخواهم ببینم. مرد داخل دکان خود رفته و از الماری کتابها یک آلبوم ضخیم را با خود بیرون آورد. برایم دیدن عکس‌های آن آلبوم که زندگی یک مرد 58 ساله را از آغاز تولدش به تصویر می‌کشید بسیار جالب بود. عکس‌های قدیمی سیاه و سفید از نوزادی این مرد با پدرم، با پدرش و مادرش. کودکی، نوجوانی و جوانی، فراغتش از دوره‌های تحصیلی از آلمان شرق وقت بیشتر از قبل ذهنم را درگیر سوالات بیشتر می کرد که این مرد چرا به افغانستان آمده و بعدش چطور به این شیوه زندگی را برای خودش برگزیده و چرا دوباره به کشورش نرفته و ده ها سال دیگر و اینکه حالا از کجا این همه سوالاتم را شروع کنم. دیدن آن عکس ها با آن همه ترتیب و نظم خاصه تاریخوار نشان می‌داد که خیلی دقت به خرج داده است تا این آلبوم مانند فیلم همه زندگی یک شخص را تعریف کند. نتوانستم بیشتر صبر کنم. پرسیدم: چی شد که به افغانستان آمدی؟ گفت: در دوره ماستری تحصیل خود بودم که با یک دختر افغان در فاکولته ما آشنا شدم. این دختر افغان برای تحصیل لیسانس خود در رشته ادبیات آلمانی و آلمان آمده بود. دختر خیلی قشنگ و با موهای دراز و سیاه، چشمان بادامی، قد بلند و و و. با گفتن این تعریف ها چشمهایش اشک آلود شد. معلوم بود که هنوز هم عاشقش است. حس پرسپال در وجودم بیشتر می شد تا بدانم که بعدش چی شده بود. ادامه داد: عاشق هم شدیم، اما فوزیه، دختری که عاشقش بودم، همیشه حس ناراحتی داشت و به من میگفت: الکساندر، اگر خانواده ام بفهمد که من با پسر آلمانی و غیر مسلمان دوست شده ام، مرا از خانواده ترد میکنند و یا شاید هم مرا زنده نگذارند. من برایش تا حد توان آرامش میدادم و احساس ما برای همدیگر روز به روز عمیق و عمیق‌تر میشد. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها، یعنی 3 سال از دوستی و آشنایی ما گذشت. 2 سال آخر را شبانه روزی با هم زندگی می‌کردیم و با همدیگر خیلی ها انس گرفتیم و عادت کردیم. حالا از روزهای رسیده بود که فوزیه دوره تحصیل را با پایان رسانیده و باید به افغانستان برمیگشت. اما احساس ما به حد شدید بود. وقتی با دوری از هم فکر میکردیم، هر دوی ما حس دردآوری داشتیم. در آخرین روزهایی که فوزیه آلمان را به قصد افغانستان ترک میکرد، برایم گفت که از طفولیت نامزاد پسر کاکایش است. همین که درس را تمام کرده و به افغانستان بروم، فامیل های ما تصمیم دارند تا این نامزدی را رسمی ساخته و ما را آماده به ازدواج به هم دیگر بسازند و این وضعیت خیلی
برایم ناراحت کننده است. شرمنده های عزیز، این بود قسمت اول داستان عشق و جنون. قسمت های بعدی را در ویدیوهای بعد تماشا می کنید. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.